این جلسه من میخوام بافت کشباف دوتایی رو براتون آموزش بدم. به تعداد سر میندازید. به جای یک دانه زیر یک دانه روی ما، این دفعه دو تا زیر و دو تا رو خواهیم داشت و همون نحوه بافت رو براشون انجام میدیم. بافت زیر میل سمت راست وارد میل سمت چپ میشه، دانه از میل سمت چپ منتقل میل سمت راست میشه. نخ رو هم به همون صورت میندازیم. دو دانه زیر میبافیم، نخ رو به رو منتقل میکنیم، دانه بعدی به رو بافته میشه، یک رو، اینم دو تا رو. نخ رو مجدداً به زیر منتقل میکنیم، دانه بعدی زیر بافته میشه و دانه بعدیش هم زیر. نخ رو به رو میاریم و دو دانه رو رو هم میبافیم. تا انتهای میل دو دانه رو خواهیم داشت، دو دانه زیر. به این بافت میگن کشباف دوتایی. شما میتونید هم این رو به عنوان کشباف ساده ببافید، هم به عنوان کشباف پیچ. این هم کاربردهای زیادی داره، هم در پایین لباسهای بافتنی میتونید ازش استفاده کنید، هم برای بافتن شال و کلاه ها میتونید از این کشباف هم استفاده کنید. این میشه کشباف دوتایی. دو دانه زیر، دو دانه رو، دو دانه زیر، دو دانه رو تا آخر بافت. دو به دو دانه ها رو میبافید، نختون رو به سمت دیگه منتقل میکنید تا انتهای میل. من یک بافت دیگه ای رو اینجا براتون آموزش میدم. اون هم با استفاده از کشباف دوتایی هست. ما دوتا زیر دوتا رومون رو بافتیم. یک مقدار که بافتیم میاییم بالا و این مدل لوز شیشتایی رو من بهتون آموزش میدم. ببینید اول میل ما باید دو دانه رو رو داشته باشیم. این دو دانه رو رو میبافیم. مدل ما تشکیل شده از 6 دانه، یعنی دو دانه زیر، دو دانه رو، دو دانه زیر. این دو دانه زیرمون، این دو دانه رو، اینم دو دانه زیر. کلن ما با 6 دانه مدل رو میچرخونیم. میل سمت راست رو از بین دانه 6 و 7 وارد این بافت میکنیم. داخل دانه نمیره، ما بین دانه 6 و دانه 7 به صورت آزاد هست. نخ رو دور میل حلقه میکنیم. دانه‌ای که تشکیل میشه رو به صورت آزاد و به صورت یک نخ شل میاریم رو. روی دانه اولیمون قرار میدیم. برای اینکه تعداد دانه هامون زیاد نشه، دو دانه اول رو، یعنی این نخی که آوردیم با دانه قبلی که روی هم انداختیم، از زیر به صورت دو تا یکی انجام میدیم. دانه زیر بعدیمون رو میبافیم. دو دانه رومون رو به صورت رو میبافیم که آموزشش رو قبلا دیدید و دانه بعدی رو زیر و بعدیش هم زیر. برای هر خطی که ما اینجا میندازیم که گلمون رو تشکیل میده یا لوزمون رو تشکیل میده، ما دو دانه فاصله احتیاج داریم. اون دو دانه فاصله رو به صورت رو میبافیم. نخمون رو از زیر به سمت رو منتقل میکنیم، دو دانه رو رو میبافیم، مجدداً میرسیم به 6 دانه بعدی که برای گلمون لازم هست. دو دانه زیر، دو دانه رو، دو دانه زیر. میل سمت راست رو از بین دانه 6 و 7 به صورت آزاد به سمت خارج فرو میبریم. نخ رو حلقه میکنیم. نخی که دور میل سمت راست حلقه شده رو با اشاره دست بیرون میاریم، به صورت آزاد میاریم، میندازیم روی دانه اولیمون. این دو دانه رو به خاطر اینکه تعداد دانه هامون اضافه نشه با هم دیگه از زیر دو تا یکی میکنیم، چون مدل دانمون یک زیر هست. زیر بعدی رو میبافیم، دو تا روی بعدی و مجدداً دو تا زیر بعدی. انتهای کار هم ما دو دانه از رو خواهیم داشت. به این صورت ما یک لوز شیشتایی رو خواهیم داشت. در رچهای بعد ما بین این دوتا خطی که ما داریم گل بعدیمون رو باید بزنیم. یعنی انقدر دانه هامون رو ببافیم که به این خط ساده که از روی میل کشیدیم برسیم. بعد بین این دوتا خط ساده ما لوز بعدیمون رو خواهیم داشت در رچهای بعد. من نمونه بافت آماده شده اون رو خدمتتون نشون میدم که بعد از اتمام کار به چه صورتی در میاد. این میشه لوز شیشتایی.
که با استفاده از کشباف دوتایی، حالا یا ساده یا پیچ، اون بستگی به سلیقه خودتون داره، میتونید این مدل رو یاد بگیرید. نمونه بافت این بلوز، اون هم از بافت لوز ششتایی استفاده شده که شما میتونید در این قسمت جلو در تصویر ببینید. با تشکر از همه شما.